د ستر ځواک په سپیشلی نامه سلامونه میمنه وخت مو په خی د دې سات خبرونو ته له پایکان تلویزیون څخه کراغلاست. نن چهارشنبه د 1309 نیم لمریز کال د لړم میاشتې اوهمه نیټه. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی. په بلخ ولایت امنیه قمندانی کې د مبارک میلاد په پار غونډه ترسره کیدل. پیام مسابقه پیام صلح است، ختم جنگ است، پیام همدلی و برادری است، چون پیامبر ما پیامبر رحمت است. په بلخ کې د سیرت النبی د 3000 انجونو او هلکانو ترمنځ سیالی ترسره کیدل. ایخ واقعیت است که وقتی که یک تبلیغ میشه، یک رسالت میشه، علما و شخصیت هایی که ارتباط جهاد و مبارزه دفاع از خاک و ناموس از وطن خود بر این قوای مسلح گفته میشه، واقعا او یک ایمانداری و رسالت خود برابر وطن و خاک خود ادا میکنه. او په شولګری ولسوالی که ده هوان په لګیدو د یو کور شپږ غړي وژل کیدل. اوس هم پام وکړئ بشپړه خبرونو ته، له میرویس محمدي سره. د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د مبارک میلاد د رارسیدو په پار د بلخ ولایت امنیه قمندانۍ کې د قرآن کریم ختم ترسره شو. امنیتي چارواکي وایي د دې مراسمو ترسره کیدل امنیتي ځواکونو ته مثبته روحیه ورکوي. له بلې خوا بیا دیني عالمان امنیتي ځواکونو ته د خلکو هیلې او مټې یادوي او له خلکو څخه غواړي چې د امنیت په ټینګښت کې له دوی سره مرسته وکړي. د بلخ ولایت قمندانۍ کې د امنیتي ځواکونو لخوا د قرآن شریف ختم د سرور کائنات په جومات کې. امنیتي ځواکونه د یاد ختم موخه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د شهیدانو د روح د خوشحالۍ لامل بولي، او دا ډول مراسم د امنیتي ځواکونو په روحیه ورکولو کې اغیزناکه بولي. ایخ واقعیت است که وقتی که یک تبلیغ میشه، یک رسالت میشه، علما و شخصیت هایی که ارتباط جهاد و مبارزه دفاع از خاک از ناموس از وطن خود بر این قوای مسلح گفته میشه، واقعا او یک ایمانداری و رسالت خود برابر وطن و خاک خود ادا میکنه و یک انگیزه است که انگیزه داده میشه تا ای که بتانه از سرزمین خودش و از ننگ و ناموس خود دفاع بکنه. امنیتی ځواکونه د امنیت په ښه ټینګښت کې د ښاریانو سره وعده کوي او له خلکو څخه غواړي چې د امنیت په ښه ټینګښت کې له پولیسو سره همکاري وکړي. ما وعده ما بر ملت خوص افغانستان به خصوص مردم بلخیا ای است که اگر ما یک قطره خون هم داشته باشیم به هیچ وقت برابر این ملت و مردم خاک خود دریغ نمیکنیم. همین قسمان که خودمان آماده هستیم و چهار دوستا و رفیقایی که در پالوی خود داریم همچنان یا میستاد هستند یا تعهدشان به خاک وطنشان پایدار خواهد ماند. با مردم ولایت بلخ اطمینان میتونم که پلیس ولایت بلخ در خدمت مردم ولایت بلخ است و خدمتگزار مردم هست و تقاضای ما از مردم است که پلیس اصلی خود مردم است. پلیس باید در گرفتن افراد مشکوک، اشیای مشکوک ما را کمک بکنند. به خاطر تامین امنیتی است که ما میتونیم در نقاطی که معذف هستیم تدابیرش امنیتی را بگیریم تا مردم بتوانند از این روز خجسته تجلیل به عمل بیارن. به همده حال دینی عالمان د امنیتی ځواکونو لخوا د اسلام دین تدرانوی څخه هرکلی کوي او خلکو څخه غواړي چې د امنیت په ټینګښت کې د امنیتي ځواکونو سره د مرسته وکړي. نیروهای امنیتی واقعا الحمدلله در هر وقت در هر زمان خدا را شکر در رابطه با توصیه علما در رابطه با راهنمایی آمرین عزیز خدا را شکر هم عمل میکنن، عملی و نظری فضل خداوند وظایفشان را بسیار به وجه حسن پیش میبرند. د پیغمبر صلی الله علیه و سلام مولود چې د اسلام ستر لارښود د عبدالله زوی د پیدایښت ورځ ده، یو له اسلامي لویو مراسمو څخه شمیرل کیږي. حضرت محمد صلی الله علیه و سلام په 12مه نیټه د ربیع الاول نړۍ ته سترګې وغړولې چې دغه ورځ د هیواد د خلکو لخوا په بیلابیلو نومونو لمانځل کیږي. بلخ ولایت کې د الکوزي شرکت په مالی مرسته د یو خصوصي بنسټ لخوا د جوړه شوې نبوي سیرت سیالی ګټونوال وپیژندل شول.
دغه سیالی له 3000 څخه ډیر انجونی او هلکان تر منځه ترسره شوي چې ترسره کوونکي هدف د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوند سره د ځوانانو ښه آشنایی توپ بیانوي. یو ورځ مخکې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د میلاد څخه د سیرت النبی سیالی د 11 پړه غوره څیرو د معرفۍ لپاره مراسم په لاره چول شوي. دا سیالی چې د یو ټولنیز نهاد لخوا د الکوزی شرکت په مالی مرسته د 3000 هلکان او نجونو ترمنځ په بلخ کې په لاره چول شوي وه، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شخصیت په اړه په بیلابیلو برخو کې پوښتنې راغلې وې. په لاره اچوونکې د یاد سیالۍ موخه د ځوانانو د اسلامي پوهې لوړوالی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ژوند او کړنلارو سره آشنایی بولی. د بلخ والی مرستیال د دغه ډول سیالیو د لمانځلو څخه خبر ورکوي او زیاتوي د امنیت په ټینګښت کې ټول باید د اسلامي پوهې په مطابق هڅه وکړو. پیام مسابقه پیام صلح است، ختم جنگ است، پیام همدلی و برادری است، چون پیامبر ما پیامبر رحمت است. چی متنفذین است و چی روحانیون است، همه ما و شما دست به دست هم بتیم و در راه و مسیر اصلی که امروز بر ما تعیین شده و او هم یک صلح همه جانبه در کشور است، متحدانه عمل بکنیم و کار بکنیم تا مردم افغانستان در یک فضای آرام و صلح‌آمیز زندگی بکنند. اگر جامعه ما اسلام حقیقی را بفهمد، مطمئن باشند که این بدبختی، این جنگ، این نفاق هم از بین می رود. امروز چیزی که در کشور ما است به خاطر عدم آگاهی ما از دین مبین اسلام است. یو شمیر گردونوال دا ډول سیالی د اسلامی پوهې په لوړوالو او زده کړو کې اغیزناکه بولی او وایي دا ډول سیالی په ټولنه کې د اسلامی پوهې د ارزښت لامل ګرځي. اگر از دیگه موضوعات باشه آگاهی بیشتر دارن در فضای مجازی از هر آدرس که است، اما از لحاظ دینی خیلی خواهرها و برادرای هستن که از دین دور ماندن، از سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم آگاهی کامل ندارن. مردم اکثریت به خاطر جوایز مادی تصمیم میگیرن تا اینکه مطالعات خود را بالا برن و انمی جوایز میتونه که برای مردم باعث ایجاد مطالعه، باعث فکر جدید نو شود. برای اشخاصی که حائز مقام اول الی بیستم گردیدند، یک یک سیت موبایل آیفون. دوم، برای اشخاصی که حائز مقام بیست و یکم الی چلم گردیدند، یک یک لپتاپ. سوم، برای اشخاصی که حائز مقام از 41 تا 60 گردیدند، یک یک آیپاد. چهارم، برای مقام از 61 الی 100 یک یک سیت تلفن نوکیا در نظر گرفته شده است. د دې سیالۍ مالی ملاتړ د الکوزی شخصي شرکت لخوا شوی و چې د غونډه ګډونوالو په ګډون د بلخ ولایتي شورا رئیس یې هم تود هرکلی وکړ. تشکر بسیار خاص و صمیمانه داشته باشم از شرکت محترم الکوزی. یار خوب اموست که میگن در روز بد انسان بر انسان کار کنه، در خدمت برادر خود بوده باشد. واقعا شرکت محترم الکوزی در روزهایی که دولت ما، دولت محلی ما توانایی از این را نداشت که بر مردم ما در شرایط کرونا کمک بکنم. یک سپاس ویژه هم از شرکت الکوزی باز هم یادآوری میکنم که به مجلس ما و شما رونق گرفتن، خداوند اجر عظیم برشان اعطا فرماید. یک تاجری که واقعا در تمام مشکلات ها در کنار مردمش بوده و بر مردمش رسیده که او جناب عبدالرحمن از شرکت هلکوزه یا رئیس شرکت هلکوزه است. دا یو لسم پړاو د سیرت النبی سیالی ده چې هر کال د پیغمبر صلی الله علیه و سلم د میلاد سره پر رسیدو پلار اچول کیږي. د بلخ ولایت سیمه ایز چارواکی وایي د دې ولایت په شولګری ولسوالی کې د طالبان لخوا د هوان په مرمیو د یو کور شپږ غړي شهیدان شوي او یو بل ټپي ده. د بلخ پولیس وایند عدل شاه عدل وایي 13 ورځ د سهار 9 بجې طالبان د شولګری ولسوالۍ په حلقۍ جر سیمې کې پر امنیتي پوستو بریدونه کړي چې له حمله یې د یو هوان لګیدو سره د یو کور شپږ غړي شهیدان شوي دي او یو هم ټپي ده. دا ول د دې ساعت خبرونه. له ملتیا مو مننه. کې چاره